سلام دارم خدمت تمام شما هموطنان خوب و نازنینم و فارسی زبانای عزیز و محترم. امیدوار هستم هر جای دنیا هستید خوب و خوش باشید. نازنین ها امروز دوباره یک خاطرات چیچه دیگرم براتان تعریف میکنم. سر میز کارم هستم و خواستم امروز از گذشته ای که در امریکا آمدیم، سالهای اول که چه سختی هایی را دیدیم، براتان تعریف کنم. هر کدام ما به نوعی که وقتی از وطن جدا شدیم، یعنی درگیری بسیار مشکلات شدیم. مشکلات پول، مشکلات کار، مشکلات زبان عزیزان، مشکلات تنهایی، دور از فامیل، هر قسم مشکلات ما دچار شدیم. سال اول که تازه در امریکا آمده بودیم، خب فود استم داشتیم. کرای خانه ما بود برای سه ماه. در یوتا آمده بودیم و بسیار هم خوشحال بودیم. پودستم زیاد بود. چون من اولادایم، سه تا اولادم بود با من. خب سه تای دیگهش با من نبود. سه تایش با من بود. فقط سه تای دیگهش جدا بود. خب عزیزان، پودستم زیاد بود. برای خودم بود. برای سه تا بود. یخچال پر بود. رفتم خریدیم. مستی بسیار در نظر من میامد که امریکا، یعنی کشوری که تازه داخلش آمدیم، بهشت است. یعنی بهشتم بود. اگر من زبان یاد می داشتم، درس خوانده بودم در این کشور، شاید بر من بهشت بود. ولی نه، چون من زبان اینجا را صحیح یاد نداشتم، بسیار کم، انگلیسیم بسیار ضعیف بود. خودتان کلتان کسایی که در هند خواندین می فهمین، کسایی که در هندوستان یک مقدار انگلیسی خواندین. خب بعد از دو ماه دیگه من از هر کسی میپرسم کار کنین چه قسمی هسته، کار چقدر. خب بیکار هیچ وقت نبودم، همونطور در نظرم میامد که من باید کار بکنم. ببین چقدر بر من همه چیزم دولت میده، اگر من کار کنم پیسش مال خودم هستم. از این پرسان کو، از او پرسان کو، آخر نشد در جان کیس برکرم رفتم در IRC در یوتا. یک جای یک آفیس کلان داشتن اینا، رفتم. یک مردکی کتی، امریکایی ها رو شما دیدین که قطع قطع قط بلند قط بلند است. باز یوتا یا سفید پوست های بسیار از او سفید پوست های قدیمی است و امریکایی های اصیل. سرخ پوست هایشون رو قطع قطع سفید پوست هایشون. رفتم پیش از این سلام علیکی کردم، گفتم که من میخواییم که یک سوال از تو بکنم. ها، یک دو تا افغان بر من گفته بود اگر کار کنی نمی کلی چیزای تو که دولت میده قد میشه. من در گب افغان ها نمی کدم. روزی اول که من در امریکا آمدم، هرچی اینا میگفت، من میگفتم اینا مردمی نیستن. خود اینا رو ببین، بعضی هاشون 13 سال میشد آمده بود، بعضی هاشون 14 سال 15 سال کارمار نکرده بود. میگفتم مردم مفتخور هستن، میخوای منم یاد بدم کار نکن. رفتم برای ملکه گفتم که اگر من کار کنم، یعنی کمکی که برای اولادای میته، دختر زیرسن دارم و دیگه زیرسن نبودم، چوچکه اگر من زیرسن بود گفتم، بعد باشه من قد میشم، فودیستم و اینا قد میشه. گفت نه، قد نمیشم. گفتم نمیشه. گفت نه، تو کار کن برای خودت، دولت برای تو میته. گفت کجا میخوای کار کنی؟ گفتم برای من یک کار پیدا کنیم. گفت انگلیسی خوب نیست، تو در کجا میخوای کار کنی؟ گفتم انگلیسی خوب نبود، یعنی جای کسی برای من کار نمیده. گفت چرا؟ یک فروشگاه داره خود یمی یوتا، لباس هست و فروشگاه دستوم. گفت اونجا خیلی کسایی که از ایران می، از افغانستان می، از افریقا می، از چین می، از هر جای دنیا که می، زبان یاد نداره اونجا میره کار میکنه. او در زبان احتیاج نداره. گفت اونجا میری اونا تا راهنمایی میکنه، کارا رو یادت میده. او در زبان فقط اونمور قربوف هم که سیار از سفید جدا کو کار داری. گفتم ای خیلی خوب است، برای من اپلای کو. گفت اپلای نمیخوایم، من برای تو کاغذ میتونم، برو بگو. من IRC روان کردم، آدرسشم نوشته کرد در روی کاغذ و بر من یک کاغذ خودش مور زد که از رفیجی هایی که تازه آمده در یوتا، رفیجی هایی که نو بیایا خود یوتا برش کار و نمون همونجا روان میکنه که برو کار کن. کاغذ گرفتم عزیزان دل،
رفتم خانه با دخترم آمده بودم ما. هیچ خانه نرفتیم. دخترم ای گفت مادر یالی سر از چاشته است بریم نام بخوریم. گفتم نه بچه‌م. بریم یک دفعه می کارا ببینیم. ده اپ که میبینیم ای یک بس سوار میشیم دو دانم مترو رالیش میکنیم. ده مترو ده یوتا میگه ترک. ترک یعنی همون مترو. دو مترو را قطار. در لفظ فارسی ما که بگوییم قطار. دو دانه ترک هم والش میکنیم، یک بس تلش میکنیم. گفت مادر جان نان نخوردیم خیره باشیم. نان در یکان جای بازمت را پایان میشیم، باز یکان نانی خوب میخوریم یکان جای ها. خوخ بوخی بوریم. رفتیم عزیزان یک بس تلش کردیم، دو تا ترک علش کردیم تا دهی رسیدیم. رفتیم کاغذ رئیسش پیدا کردیم، منیجر کلانش تاپ منیجر را دهی دادیم و ای گفت که میتونین بیاین از هفته دیگه یک انترویو میگیریم از شما، باید کارتان شروع کنیم. یک هفته خلاصه بسیار خوشحال و پس آمدیم یک جای نان خوردیم دور از دلتان. خانه آمدیم بسیار خوش دیگه که اینه او کارم پارت تایم. برای من گفت که پارت تایم هسته. هر روز چهار روز میرفتم، روزی 6 ساعت به نظرم کار میکردم یا 5 ساعت. مقصد پارت تایم بود، 20 ساعت در هفته میشد. گفت ما از این قدر زیاد برای کسی کار نمیتیم، او رو 6 ماه اینجا کار میکنیم، بعد از 6 ماه ما خود ما بر تو کار پیدا میکنیم، میری یک جای دیگه. که از ما وقتی اینترویو گرفت اینا رو بر ما گفت بعد از اینکه رفتیم. خب عزیزان بسیار خوشحال و کار رو شروع کردم و بعد از 2 هفته بود به نظرم کار رو شروع کردم و سر کار میرم میایم. ماه اول که چک بر ما دادن، چک ما وقت شده بود پارت تایم شده بود به نظرم 700 شده بود یا 620 شده بود، همون قدرها بسیار کم. او وقت ماش بسیار حقوق بسیار کم بود، ساعتی به نظرم ساعت 7 دلار و 15 سنت یا 6 دلار و 15 سنت مکار میکردیم. ماش ما آمد و من بسیار خوشحال که ایره دیگه دخترم میگم تا او وقت حساب بانکی ما باز نکرده بودم، چون پیسه ای نداشتیم که ما بوده اونجا ذخیره بکنم. گفتم بریم حساب باز کنیم. ایره رفتم حساب باز کردیم. خب عزیزان کرای خانه ما را خودی IRC میداد، ما هیچ خبر نداشتیم. که بل پشت در ما آمد که از این ما دیگه کرای خانه تان خودتان میدیم. کرای خانه ما 1000 بود. 1000 سه تا اتاق بسیار تمیز و نه و پاک، نه 900 1000 هم نه 900 دیگه. دالیز بسیار کلان و دو تا تشناب بسیار کلان و خان دوری اولیش هم کلان در اتاق نه آمده بودیم. بسیار دمای خانه مقبول و زیبا داده. خوب عزیزان دانم اینم تو باز ماند به خاطر یک مثال میزنیم، ما مردم های افغان میگیم دانم مثل دان مایی ماز ماند. ای 600 که ما گرفتیم خوب یک ماهی خوب نمیشه. نی خدای توبه 15 روز بر ما چک میداد. چک ما شده بود 300 پشت سر هم دوتایشان شده بود. اینی ها یادم میایه دوتای شده به 600 که ما او را به حساب انداخته بودم. که اما دوتا چک که اما اینا گفتن که دیگه کرای خانه تا باید خودت بدیم. من دیگه اعصابم قدر خراب، امروز در خانه هستم. میگم یعنی چی که کرای خانه ما بیتم؟ این 600 من جان کنده برم بگیرم بیارم در کرای خانه بیتم. این رفتم در سر اینا که بر من کاغذ آمده کرای خانه تا خودت بده. بعد از سه ماهی که در امریکا بودم تو کار میکنی؟ گفتم تو چاق مگه نگفتی که کرای خانه تا قد نمیشه؟ گفت نه من نگفتم. گفتم گفتی؟ گفت نگفتم. تو کاش شنیدی؟ گفتم تو برای من گفتی یه چیز تو قد نمیشه برو سر کار. گفت خب اگه ما برای رفیجی ها بگوییم که قد میشه که اینا کار نمیکنن. گفتم بازی میدادین؟ گفت آه دیگه قد شد. این فودیستم و اینا چی؟ گفت چون معاشت کم است و فودیستمت فعلا هست تا ببینیم اگر کارت زیاد شوه او رو قد میکنن، این نیست بکنن. خب عزیزان دیگه شروع شد دیگه. از او روز دیگه سختی های من شروع شد. او بس نمیکرد. دست سر و پای میزدم که دختر برو کار کنه، بچه برو کار کنه، برو کار پیدا کنی.
برین کار کنین، نه هر جای که هر کس هم میدیدم بر بچه‌م کار پیدا کو، برای دخترم کار پیدا کو، من چی کنم؟ ای بس نمیکنه. خب خلاصه دخترم سر کار رفت و بچه نه، بر بچه پیدا نمیشد و وقت خب سخت بود، درس نخوانده و مدرک نداشته باشی در جای کار نمیگیره. میخواستم دختر اونجا ببرم پیش خودم که خیلی ها گفت نه اونجا نبر، دوباره دختر تو در رستوران ها در جای دیگه. بالاخره دخترم در یک رستوران کار پیدا کرد و خوب شروع شد. عزیزان این قدر بر من سخت بود دو سال که هر کدامتان در امریکا آمدین، یعنی شاید من در هفته دو بار خوب گریه میکردم، یعنی یک پیره گریه را محسوب میکردم که کس نبود، یک پیره دیگر شام گریه میکردم. میگفتم خدایا این همه سختی را در افغانستان از دست مردکش دیدم و کشیدم و چی روزایی را دیدم، حال در امریکا آمدیم جانم برآمد، چی روز است؟ کار کو بیا خسته زلد خانه ایش کس نباشه دور برد، کل اگه اسپانیایی زبان باشه یا امریکایی باشه هیچ کس هم نشناسی، نفس تازه کنی. خب بگویی برومی پیش یک همسایم بشنم قصه کنم، بگویم که خوار جان تو هم همی قضامت میکشی، خب یک هم زبانت باشه یک هموطن تو باشه که میگه که ها خوار جان اینی تو هسته، ولی تو ببینی وقت صبح بیایی و شام بیایی و صبح پس بری و شام بیایی و صبح پس بری، فقط پختک و بخو خوک و خب سخت بود عزیزان. سال اول بسیار بر من سخت بود، یعنی باور کنین که شاید هر کدامتان این روز دیده باشه، خاطرات گذشته ای که پدرم مرا دشوی داده بود در یادم میامد. مثل که یکی گفته بود که زیر منبر که میری تو که گوشت کر هسته چی تو گریهت میایم، گفته بود خوب وقتی که دیگه گریه میکنم من میگم بدبدایش آمده. باز یکی دیگه گفته بود خوار جان من خویش گریم نمیایم، من چی کنم؟ گفته بود هیچ چیز تو نمورده که گریه کنی؟ گفته بود نی گساله گاو، گفته بود چرا؟ گساله مادرم پارسال مرده بود، گفته نموره در یادت بیار گریه کن. هیچ چیز که نمیشد یادم میامد که پدرم چرا مرا دیده ها نداد سودا کرد، گریه کن که گریه نمیکنی. بعد خودم دل میدادم تو میکنم چیه؟ چی خبر است؟ تو در امریکا هستی؟ اینجا امریکا هست، سرزمین فرصت ها. کو فرصت؟ باز در خود میگفتم کو فرصت؟ تو نو انگلیسی رو شروع کردی، تو نو میری زبان یاد میگیری، از کی تو تا کی مدرک زبان بگیری وارد کالج شوی بعد تو بری یک مدرک بگیری تو بری یک کار کنی؟ کو فرصت؟ خوب عزیزان ترمه شد با ما باشید و قصه میکنم براتان از گذشته های سختم که یادم نمیرم.